سلام وقت شما بخیر شما بیننده زیرونا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم در آغاز چند رویداد مهم اقتصادی برای نخستین بار شرکت برق افغانستان با ظرفیت 30 کیلووات انرژی آفتابی را به بهره برداری سپرد قرارداد این پروژه پنج ماه پیش با واسطه انکشافی آلمانی امضا شده بود در همین حال شرکت برشنا هشدار می‌دهد که اگر تا سه ماه دیگر بدهکاری بدهد پرداخت نشود بدهکاران قرضهایشان را پرداخت نکنند با دادستانی کل مرفی خواهند شد دهلیز هوایی میان ترکیه و افغانستان بازگشایی شد وزیر تجارت و صنایع کشور میگوید با بازگشایی این دهلیز صادرات کشور با ترکیه بهتر خواهد شد سفیر ترکیه در کابل وعده میدهد که داد وسطت های تجاری میان این دو کشور بیشتر خواهد و اینجا برای بحث بیشتر محمد یونس سالک استاد دانشگاه با ما هستند استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید باشید استاد با گشایش دهلیز هوای میان ترکیه و افغانستان دقیقاً صادرات ما چقدر افزایش خواهد یافت بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام خدمت شما و بینندگان <تصفح> محترم برنامه شما شاید تلاش های حکومت بابت افزایش دهلیزهای هوایی به خاطر انتقال های افغانی از طریق هوا با کشورها هستند که در این اواخر ای اقدامات حکومت افزایش پیدا کرده و علاوه بر که اه, با هندوستان در را باز کرده و افتتا کرده با قزاقستان باز کرده و حالا با ترکیه و بدون بالش گفته میشه که با سار کشورها دیگه مثل امارات و عربستان و مالزیا و اندونزیا و کشورها اما ظاهرا اقدام های حکومت به خاطر پاسخ دادن مقطعی برای فاسد نشدن میوای افغانستان و انتقال زودنگام کالای اقتصادی افغانستان و محصولات زراعتی افغانستان ظاهرا یک توجیه داره برای حکومتی ها ولی اساسا از دید اقتصادی هیچ توجیه اقتصادی که انتقال کالا از طریق هوا مقرون به صرفه باشه و در واقع صرفه جوی اقتصادی را بدون بال داشته باشه نداره به این خاطر من فکر میکنم که توسعه دالیز ها ظاهرا میتونه یک اقدام پاسخگو و یک اقدام که بتونه قناعت مقطعی و آنی را فراهم کنه برای سکتور خصوصی توجه داره در غیر از او انتقالش و توسل بر ای میتونه برای صادرات افغانستان و, و, و برای تولید افغانستان و برای حضور دوامدار افغانستان در بازارها مصر نباشه که دقیقاً به جای گشایش دهل صادقاً چرا تلاش به این نمیشه که راههای بدیل پیدا شود یا ما بیشتر کوشش کنیم که راههای آبی را پیدا کنیم تا به آب را پیدا کنیم مثلا چابهار است کشورهای آسیای میانه و دیگر بندر کراچی هست اساسا افغانستان چیزی که بسیار واضحه افغانستان کشور محصور به خشک است و باید هایشه به خاطر توسعه راه های زمینی انجام بده وقتی ما نمیتونیم به آب آسان دسترسی داشته باشیم خود ما متصل به دریا نیستیم به بر نیستیم به آب نیستیم ما باید کوشش کنیم که بدیل مناسبتر از آب را پیدا کنیم که او میتونه توسعه راه زمینی افغانستان باشه یعنی هر قدر ما راهای زمینی افغانستان را توسعه بدیم و افغانستان را به لحاظ ترانزیتی با منطقه و جهان وصل کنیم این فکر میکنم در آینده اقتصاد افغانستان ترانسپورت افغانستان و ترانزیت افغانستان بسیار مؤثر است تا اینکه ما بدون دنبال اقدامات مقطعی مثل توسعه دهلیزها باشیم بحث چابهار که شما اشاره کردین چابهار هم با توجه به اینکه افغانستان یکی از کشورهای راهبردی در چابهار هست و موافقتنامه بین چابهار بین ایران و افغانستان و هند وجود داره به خاطر استفاده از است چابهار در این با توجه به اینکه امریکا از برجام بیرون شده چابهار هم استفاده که هنوزم بر افغانستان زیاد بیچرایی نیست استفادهش اما در آینده قابل استفاده باشه با توجه به مخاصمت های موجود بین آمریکا و ایران بسیار کشورها بسیار بعید به نظر میرسه که چابهار به بدیل بسیار مناسب باشه بر ما با توجه به اینکه ما با کراچی رابطه داریم در ما کوشش کنیم با پاکستان رابطه ما را بهتر بسازیم تا هر قدر ما رابطه ما را با توجه به منطق تجاری از طریق زمین با پاکستان توسعه بدیم و سیاست های ما سیاست های در واقع بر در محور منافع ما باشه من فکر می که بهتر است تا اینکه ما بسیار راحت همچود علی صاد چقدر میتونه که افغانستان از وابستگی به پاکستان رهایی بده ظاهرا معلوم میشه که این تلاش ها به خاطر از انجام میشه که نه فشار هم بر پاکستان اعمال شود به خاطر از که دیگه پاکستان اطمینان حاصل کنه آه که با توجه به که فشار وارد کرده افغانستان میتونه برای دیگه متأصل شود مثل دلیس که ما معمولا سه دلیس هوایی با هند داریم با, با قزاقستان داریم و با, با ترکیه و دا نزدیک گفته میشه با چهار پنج کشور دیگه ظاهرا چون این چیز هست اما من فکر میکنم که این اقدام بله آز یا یک اقدام موثر و یک اقدام به اصطلاح قابل توجیه اقتصادی نیست به خاطر از این که شما هم عملا میبینید که انتقال هوایی و انتقال میوه و سایر کالای اقتصادی از طریق هوا بسیار پر هزینه است و قیمت به نظر شما در شرایط کنونی بر افغانستان دقیقاً چقدر این دلیس ها میتونه نتیجه خوب داشته باشه من ما می خوام توضیح بدیم وقتی ما متواصل میشیم به اقدامات مقطعی و افزایش و توسعه و ایجاد دلیس های هوایی این در واقع چند تا تاثیر منفی بر اقتصاد ما و بر صادرات میکنه ولی که قیمت محصولات ما با توجه به اینکه قیمت انتقال بالا میره قیمت تمام شد میره بالا و قیمت تمام شد کالای افغانی در بازارهای بین المللی افزایش پیدا کنه مطمئن قدرت رقابتی پایین میشه و تقاضا برش کم میشه <applause> یک بحث است بحث دومی است که این ما را در واقع به صورت خوشباورانه متکی میسازه و توسعه های هوایی و تمرکز ما را برای ایجاد و توسعه راههای زمینی کم میسازه و موضوع بسیار جدی دیگه که بسیار قابل نگرانی است است که ما نوع امید کاذب را بر سکتور خصوصی ایجاد میکنیم و به شکل از اشکال سرگرمی ایجاد میکنیم چه مثل ای که هوایی و توسعه دالیز هوایی بر افزای صادرات کمک میکنه بله کمک میکنه در در در, در مدت کمک میکنه اقدامات کوتاه مدت میتونه در واقع بر آینده و بر تداوم فعالیت یک مقدار خطرناک به خاطر زی باشه که امروز شما ببینید که دولت بخش کلان از هزینه انتقال را به نام در واقع کمک هزینه یک بودجه اختصاص داده برای زی که سکتور خصوصی کمک کنه و پرداخت کنه یک بخشی از هزینه انتقال دولت پرداخت میکنه استاد به نظر شما چرا در این راستا یک برنامه های مشخص وجود نداره یا طویل مدت که لقل آینده هم در نظر گرفته شد من فکر میکنم که حکومت برای براحتی میدانه که توصیه راهای زمینی افغانستان مخصوصا ایجاد خطوط آهن یک مقدار از این بردار است و, و زمان بر است و مطمئنا بودجه بر است و در واقع مشکل است که حکومت اقدام کنه که این راه ها رو و به این زودیا راه دلیل زوی به صورت بسیار به سره کوتا و به هنگام محصول افغانستان انتقال میده و در واقع او محصولات افغانی که در افغانستان تولید میشه سکتور خصوصی در او بخش سرمایه گذاری کردن او فاسد نمیشه او به موقع در بازارها فرستاده میشه ما چند پیش شایدی بودیم که دلیس های هم نتیجه خوب بدن بال نداشت اموال که از بازرگانان از البته از افغان داخل هند میشد در داخل هند سردخانه ها وجود نداشت و او اونجا بیشتر از میوه ها فاسد میشدی از بین ما پیشتر یاد کردم چند تا دلیل مشخص وجود داره که به اصطلاح نامناسب بودن یا غیر اقتصادی بودن در های رو توجیه میکنه یک موضوع م... کتا مدت بودنش است مقطعی بودنش هست. موضوع دیگه است که پر است پر راه ترین را برای انتقال اموال و کالاها راه هوایی است که اصلا در جهان کمتری استفاده میشه به استثنای کالای راهبردی موضوع سیومی است که ما ما را مجبور می که ما از طریق اقدامات مقطعی یک مقدار یک امید کاذب را ایجاد کنیم یک خوشباوری مقطعی ایجاد کنیم بر سکتور خصوصی موضوع چهارم که بسیار عمده است است که سکتور خصوصی با اتکاب و بودجه حکومتی و بودجه دولتی که یک بخش از هزینه حکومت افغانستان پرداخت میکنه بیشتر تمایل داره برای افزایش توسعه دلیس ها بدون شک اونا باید تمایل داشته باشند برای که تجارت از اونا نباید دوچار توقف شود دوچار کندی شود اونا دوست دارند که به صورت سره آنی و فوری در بازار حضور داشته باشند و در تعامل باشند با بازارهای بین با بلی اما به هر حالش من موضوع دیگه ای که یه اصلا مقرون به صرفه نیست بله. ما باید راهای را جستجو کنیم که برای آینده اقتصاد افغانستان بسیار موثر باشه که او راه را رای زمینی است و کم هزینه است خود تا هر هم یک تجربه جدید بود که ما دیدیم دقیقا چقدر به نظر شما انتقالات از این طریق صورت گرفته باشه نفس تجارت واردات و صادرات است ما متاسف و او متکی است به تولیدات یعنی تولیدات یک فاکتور محوری برای تجارت است متاسفانه ما با توجه به اینکه تلاش های ما را انجام میتیم برای توسعه مناسبات تجارتی ما اما متاسفانه ما از نظر اقتصادی دچار مشکل هستیم یعنی ما اقتصاد تولیدی نداره ما صادرات ما میاری نیست ما سردخانه نداره بسته‌بندی ما مشکل داره ما سندرت ها و میارهای به این رعایت کرده نمیتونیم بر ما در بازار بین المللی از جانب حکومت و سایر نهادها لابیگری درست ور محصول ما نمیشه در این تو یک حالت بسیار سخت است که باور کنیم مناسبات تجاری و اقتصادی افغانستان به صورت متوازن در حوزه بین المللی ایجاد میشه و توسع پیدا میکنه و این برای اقتصاد و تجارت افغانستان میتونه منفعت بیاره به خاطر شما عملا در اقتصاد فوق العاده وابسته مصرفی در تجارت 95 درصد وارداتی و بیشتر از او وارداتی نمیشه شما توقع کنین که به محض که سرک ایجاد میشه خطاان ایجاد میشه دلیز هوایی ایجاد میشه و محصولات افغانستان بس در بس صورت فصلی و بازارها فرستاده میشه تمامی چیز تغییر میکنه و دیگه اقتصاد افغانستان میره به نظر شما قبل از اینکه دلیزهای های هوایی گشایش پیدا کنم چون خطوط آهن و دیگر راه ها امین ها چگونه باید باشه در حالی که ما هم چیزی را فکر کنم تا حال نداریم شما فهمید که ما در, در اتصال سرک های حلقه ای افغانستان که در واقع از کابل شروع میشه تا بولت شمال و بیره به غرب و حیرات دوباره به کابل میایه و خط آهن ایجاد میشه و در این زمان ممکن است ما از طریق سرک و خطوط آهن را داشته باشیم با کشورهای آسیای میانه با ایران و سرک کشورهای دیگه ما متاسفانه در قسمت انجام این پروژه و تکمیل این پروژه ها دو مشکل استیم شما که بخش کلان ازی راه امنیت، مشکل امنیتی دارن امنیت چون تأمین نیست و تعداد بلند امنیتی رو شاید هستن در عین زمان ما برای تولیدی سازی اقتصاد افغانستان یک برنامه بسیار مشخص و قابل تعریف را نداره ما در اعمال سیاست های تجاری دچار مشکل هستیم ما در حمایت از سکتور خصوصی کار خاص را انجام ندادیم به این خاطر من فکر میکنم که ما وظایف اصلی ما که تمرکز بر تولیدی سازی اقتصاد است تمرکز بر افزایش صادرات است تمرکز بر توسعه راه و که راهایی که میتونه بدیل بر آب بر راه داشتن به آب باشه من فکر می که این کار اساسی است که ما رو فراموش کرده ما بیشتر متوسل میشیم به کارهای مقطعی که نه به لحاظ اقتصادی توجه داره نه به لحاظ تجاری توجه داره و نه به شما... انجام رقابت سکتور خصوصی ما رو در بازار بین کمک میکنه به ای خاطر این پشتیبانی ها و این حمایت ها است و این نمیتونه یک قدم بسیار موثر بر آینده بلند به نظر شما باشا. چرا این گونه هست و چالش هایی که در این عرصه وجود داره دقیقاً وظیفه ادارات مربوط وزارت های مربوط دقیقاً چه هست و تا حالا چه کارهایی را کردن من فکر می که یک بخش از کارها برای اسناد انجام شده و دار انجام میشه ما فکر میکنیم که ما ما ضرورت داریم که به صورت جامعه به صورت کلی و اراده محکم سر او برنامه های متمرکز شویم و منابع ما رو بر او اه اه موارد متمرکز کنیم که ما را بر حال نه ما را بر 20 سال آینده ما را بر 50 سال آینده آماده میکنه و یک نسل دیگه مصرفی نه نسل ما تولیدی سال های خیلی زیاد را پشت سر گذاشتند 16 17 18 سال دقیقاً اگر در این سال ها کار دقیق صورت می گرفت امروز وضعیت چگونه می بود به نظر شما ما یک مورد که همیشه از طریق رسانه شما و سایر رسانه گفتیم است که ما همیشه کار ما با توجه به سلیقای افراد بوده بله بدون شک ما در 15 سال در 16 سال گذشته بسیار منابع داشتیم حمایت های تکنیکی مالی سیاسی اقتصادی نظامی جامعه جهانی داشتیم اما چرا استفاده نتونست چند تا عامل وجود داشت امرا با این ما،, ما،, فساد را داشتیم ما امرا با این ظرفیت بسیار پایین داشتیم ما امرا با این حضور ساختار اداری سازمانی نداشتیم امرا با با گذشت هر روز مشکلات امنیتی ما بالا گرفت و شما میدانید که امروزه تعداد امنیتی بسیار بلند هست با توجه به این فاکتورهای اساسی و در عین زمان بسیاری از کشورها میل به سرمایه گذاری به پروژه های کلان ملی نداشتند که افغانستان را از وابستگی نجات بده و کمک کنه افغانستان در 20 سال پس از حضور اینا روی پای خودش بیسته و خودکفا شوه و به خاطر اینا از موارد بسیار عمده بودن <applause> که سبب شد اینی حضور اینی اه 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 کمک های مختار بره به هدر و به عبس باشه <تصفيق> <تصفيق> به این خاطر اگر ما امروز پس از پانزه سال حضور تاکید ما است که ما صاحب ساختار هستیم ما صاحب نظام هستیم صاحب قانون اساسی هستیم من فکر میکنم که بله ما در اوائل ما مشکلات ساختاری داشتیم مشکلات نداشتن ظرفیت داشتیم سایر مشکلات را داشتیم که ما امروز یک مقدار به اون مسئله توجه کردیم و امروزه به او ظرفیت و او توانایی هستیم که حداقل برای سی سال آینده افغانستان کار از امروز آغاز کنیم و نسل های پس از ما و نسل های بعدی باید نسل مصرفی نباشند و یک نگاه خوشبینانه و یک نگاه واقع بینانه نسبت با آینده و نسبت به توسعه افغانستان و اقتصاد افغانستان داشته باشند و او بستگی داره به اینکه ما امروز دولت مردای ما و کام ما مسئولان شماره اول ما چقدر متوجه آینده افغانستان هستند و متوجه آینده اقتصاد افغانستان هستند به خاطر اگر ما باز هم روی سیستم کار نکنیم روی یک برنامه راهبردی کار نکنیم و ما سیستم را به گونی آماده نکنیم که در هر شرایطی با هر فردی، با هر مدیر با هر رهبر پاسخگو باشه در این یک حالت ما نمیتونیم پیش بریم شما دارین که وزیر عوض میشه برنامه عوض میشه بله رهبری حکومت عوض میشه مکمل برنامه ها تغییر میکنه ما ضرورت داریم یک سیستم را ایجاد کنیم که او سیستم افکار عامه افکار سیاسی را تمام اعضاب و جیران ها را با خودش داشته باشه و او به صورت تعریف شده باشه که 20 سال 30 سال آینده افغانستان را تعریف کنه که ما هم بلاز سیاسی تعریف شده باشیم هم بلاز اقتصادی و هم بلاز اجتماعی و هم, هم بلاز مدنیت امروز که ما شاید گشایش دلیز اوی میان ترکیه و افغانستان بودیم دقیقا باز هم چقدر میتونه که این دلیز نتیجه خوب داشته باشه و چقدر میتونه که تولیدات ما صادرات ما با کشورهای دیگر راه پیدا کنه و در حال روابط ما با کشور ترکیه چگونه هست؟ شما فهمید که ترکیه کشور با آید سرانی ده هزار دلار است بله. ترکیه کشوری با های بلند زندگی است در عین زمان افغانستان رو که وضعیتش به همه معلوم است 55 درصد فقر است زیربنا نیست بیکاری بله. بسیار زیاد است و این مشکلات است و اقتصاد وابسته است تولیدی نیست من میخوام بگم که ایجاد دهلیز هوایی بین افغانستان و ترکیه میتونه به صورت فصلی و موسمی سبب افزایش صادرات شود مطمئنا که ما اگر ما چون فعلا دسترسی ما به آب دچار محدودیت است و مشکلات است که ما نمیتونیم دسترسی داشته باشیم ما توسعه راه های زمینی به سادگی انجام نمیشه تنها رایی که هست با توجه به این شرایطی که ما داریم و این محدودیتایی که ما داریم رای هوایی یک مقدار با توجه به شرایط افغانستان فعلا مطمئن است اما بسیار هزینه بر است و قدرت رقابتی را کاهش می در آینده و عملا آل و ای صرف خاطر است که حکومت یک بخش از این هزینه را پرداخت میکنه و یا انجام میشه من فکر میکنم که به صورت مقطعی و فصلی یک قدم نیک است برای افزایش صادرات اما هیچ وقت دولت نباید با تاکید بر این پروژه ها خوشبینی کاذب و یا کاذب را برای سکتور خصوصی و مردم ایجاد کنه که این اقدامات میتونه اقتصاد افغانستان را کمک کنه تجارت افغانستان را کمک کنه و سکتور خصوصی افغانستان را کمک کنه با ایجاد این دلیس ها دقیقا چالش هایی که بازرگان افغان در چند سال گذشته داشت چقدر رزو میتونه که امسال حل بشه؟ چالش تجار افغانستان تنها انتقال نیست تاجر افغان با, با فساد مواجه است با فساد بسار کلان تاجر افغان با نامنی مواجه است تاجر افغان با نبود زربنا دست و پنجه نرم میکنه تاجر افغان دچار پیچیدگی قوانین موجود در افغانستان است تاجر افغان دوچار بازی سیاسی و شکنندگی اوضاع سیاسی در افغانستان است من فکر میکنم که بر تاجر افغانستان بسترهای اولیه بسیار ضرورت است مثل امنیت مثل سرک مثل آب مثل برق مثل مواد خام مثل مشکلات قانونی مثل کاهش تعرفه این اینا از موارد بسیار بنیادی هستند تا موضوع انتقال اگر ما به اولویت ها نگاه کنیم اولویت ها ما فکر میکنیم این است که ما چطور بستر سازی کنیم چطور ها را نهادی نکنیم چطور امنیت را تامین کنیم زیر بنا را مسائل دیگه که بسیار اساسی هستند و بستر مطمئن و مناسب است اونا اولویت دارن تا انتقال شما میدونید که هنوز باغداری ما معیاری نیست هنوز زراعت معیاری نیست فقط این محصول تولید میشه و صورت نه چندان خوب و و و صادر میشه و صادر کردن نه از یک مجرای بسیار دقیق و معیاری است صرف در بخش بسته‌بندی که ظاهرا در بازارها زیاد مقبولیت بالام نداره در بازارهای بین‌المللی به یک میشه ما فکر میکنم که من پیشتر ارز عرض کردم که ما ضرورت داریم که روی فاکتورهای بسیار اساسی هم کار کنیم بدون شکی ظاهرا و مقطعی و صورت کوتا مدت ما را کمک میکنه که ما صادرات ما افزایش بدهیم ولی کارهای اساسی که تاجر ما نیاز داره سکتور خصوصی ما نیاز داره اقتصاد ما نیاز داره اقتصاد ملی ما نیاز داره او کارا هنوز انجام نشده که امید را برای 20 سال آینده بر 30 سال آینده بر 50 سال آینده افزایش بده و حداقل یک دوره راهبردی 5 ساله یا 10 ساله امید را ایجاد کنه که اقتصاد افغانستان با گذشت 5 سال و 10 سال میره به خود کفایی میره به خود بسندگی و میره در یک با, با از یک قدرتمند وارد بازار میشه به خاطر ما امیدوار هستیم که امرا با افزایش دهلیز ها روی وظایف اساسی و نیازهای اساسی اقتصاد ملی افغانستان هم توجه شد خیلی سپاس محمد یونس سالک استاد دانشگاه شما در زیبنا تشریف و بیننده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره از ارز خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی هفتاد افغانی و 7.4 پول یک یورو 84 افغانی با 36 پول یک پاوند انگلیسی 96 افغانی با 11 پول یک درهم امارات 19 افغانی با 39 پول هزار تومان ایرانی 11 افغانی با 5 پول هزار کلدار پاکستانی 606 افغانی و هزار کلدار هندی 1060 و این هم قیمت طلا یک گرام طلای کویتی 2580 افغانی یک گرام طلای سنگاپوری 2400 افغانی یک گرام طلای بحرینی 2600 افغانی یک گرام طلای عربی 2500 افغانی یک گرام طلای ایرانی 1880 افغانی و یک راوند تلای روسی هزار و نوصف. و این هم قیمت مواد اولیه یک کیلو شکر پنجا افغانی یک بریارد خارجی هزار و دو افغانی یک بری برنج خارجی دو هزار و پنج سد افغانی یک لیتر تل پترول پنجا افغانی و یک کیلو گاز چهلان سپاس از همراهیتان تا این دم تا برنامه بعد خدا نگهدار